بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و امیدوارم که ساعات خوبی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. تبریک عرض میکنم برای شما که انتخاب باور بنده انتخاب خوبی انجام دادید. من اگر بخواید یک مقداری از سابقه خودم بگم، من در سن 18 سالگی وقتی که در دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی صنایع قبول شدم، از همون وقت در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشغول به کار بودم و اقدام به سرمایه گذاری کردم. حتی در همون زمان یک شرکت سرمایه گذاری، شاید از اولین شرکت سرمایه گذاری ایران رو در سال 74 و 75 به وجود آوردم. ولی بعد از اون وارد مقطع فوق لیسانس شدم، کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی رفتم در مؤسسه نیاوران یا مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه. پس از اینکه مدرک کارشناسی ارشدم رو اخذ کردم، وارد دوره در واقع اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک امریکا شدم. من درس دکترام در دانشگاه ویرجینیا تک تموم کردم، مشغول تز دکترا بودم، اما تصمیم گرفتم که اتفاقا تاثیر خیلی مثبتی بر زندگی بنده گذاشت. تصمیم گرفتم که دکترا رو متوقف کنم و یک مدرک سوم فوق لیسانس که MBA فایننس بود از دانشگاه ویرجینیا تک اخذ کنم. یکی از بزرگترین موهباتی که در زندگی نصیب بنده شد این بود که در دانشگاه ویرجینیا تک آقای در واقع چانس، که شاید نفر اول ریسک منیجمنت در اون زمان در دنیا بود، ایشون استاد بنده بود و خیلی مایه مسرت بود برای بنده، چون که واقعا تغییرات شگرفی در ذهنیت من به وجود آورد. بعد از ویرجینیا تک من یک مدتی در دبی بودم، اومدم ایران، 3 سال ایران بودم که در این 3 سالی که در ایران بودم پروژه مختلفی رو در واقع تحت نظر این جانب انجام می شد. یکی مصرف کننده بانک پارسیان بود که مسئول یک گروه 6 نفره بودم که فاز اول اون مصرف کننده فاز از ایز به خوبی اجرا شد. یک سری کویک وین هم به مدیریت اون زمان بانک پارسیان ما تقدیم کردیم، رضایت خیلی بالایی هم خدا را شکر کسب شد. همزمان من در واقع نفر دوم یک شرکت اسید منیجمنت بودم که بانی شرکت و مؤسس شرکت فردی بود به نام مرحوم شهبازی که اون زمان در سوئیس زندگی میکردن در ژنو، ولی متاسفانه ایشون به رحمت خدا رفتن و در سفری که من به ژنو داشتم ایشون بنده را معرفی کردن به سیتی بانک. بنابراین شد که من در سیتی بانک در دبی مشغول به کار بشم به عنوان وی پی. اونجا من مشغول به کار بودم در سیتی بانک به مدت 2 سال. خب تجربیات گرانبهایی کسب شد. 2 سالی که شاید روزی 10-12 ساعت کار مداوم بود و از این 10-12 ساعت کار مداوم شاید 5-6 ساعت فقط آموزش بود، که چنین آموزش فشرده‌ای من هیچ وقت نه در دانشگاه و نه بیرون از دانشگاه هیچ وقت در این حد آموزش رو طی نکرده بودم. و بعد هم دعوتی داشتم از سوی دانشگاه استرالیا وولونگونگ که بزرگترین شعبه دانشگاه خارجی در امارات بود اون زمان و هنوزم هم فکر میکنم همینطور باشه. و دانشگاه وولونگونگ دوره بانکداری داشتن که من مسئول دوره بانکداری دانشگاه وولونگونگ شدم و مدت 10 سال در دانشگاه وولونگونگ مشغول به تدریس و پژوهش بودم. جهت اطلاع شما دوستان، معمولا اساتید در 1-2-3 رشته تخصص دارن، 3-4 درس دانشگاهی رو تدریس میکنن و مرتب تکرار میکنن. بنده علاوه بر این که درس های بانکداری رو بارها و بارها تدریس کردم، به عنوان مثال درس Banking Theory and Practice، Banks, Lending and Securities، این درس ها رو 14 بار و 15 بار تدریس کردم. اما علاوه بر این حدود 15 درس مختلف رو در رشته های اقتصاد، فایننس و تمام درس های بانکداری رو در اون دانشگاه تدریس کردم. مدرک افارم رو در سال 2012 دریافت کردم. دکترای خودم رو از دانشگاه تربیت مدرس در نهایت دفاع کردم در سال 2011 که تز دکترای من در زمینه رشد و توسعه بود. به اقتصاد ایران اتفاقا خیلی توجه شده بود در تز دکترای من، ولی تز دکترای بنده یک تز کاملا تیورتیکال یا یک تز کاملا نظریه پردازی در زمینه علم اقتصاد بود. مدرک افان رو عرض کردم در سال 2012 عرض کردم. 2 مدرک مهم در زمینه مالی داریم.
اگر که فردی بخواد تخصص در زمینه بانکی پیدا کنه، بهتر هست که مدرک FRM یا Financial Risk Management رو دریافت کنه. و اگر فردی بخواد که در زمینه سرمایه گذاری بیشتر فعالیت کنه، بهتر هست که مدرک CFA رو دریافت کنه. من دوره هایی رو در دانشگاه شیکاگو دوبار دوره Law and Economics رو دیدم، در دانشگاه کمبریج دوره Econometrics رو طی کردم، در London School of Economics دوره باز هم اکونومتریکس رو طی کردم و در ترنتوی ایتالیا و سمفای اسپانیا هم حضور پیدا کردم که در ترنتوی ایتالیا زیر نظر آقای پروفسور استیگلیتز دوره اقتصاد کلان رو اونجا گذروندم. دوستان عزیز دقت بفرمایید، چرا اقتصاد پول؟ چرا اقتصاد پول و بانک؟ خب این مسئله اصلی است که ما بهش باید دقت کنیم، که اگر شما واقعا میخواهید که سرمایه در عرصه سرمایه گذاری موفق باشید، یا میخواهید که در تحلیل اقتصاد کلان موفق باشید، حتما حتما اولین اولویت شما باید یادگیری مسائل پول باشه. حتی من حالا کتابی رو آورده بودم، فکر میکردم وب کم کار میکنه، میخواستم خدمتتون نشون بدم. کتاب‌های متعددی در زمینه پول نوشته شده. مثلا اخیرا چند ماه پیش کتابی از یوال نو هراری منتشر شد به نام پول. این همون فردی است که انسان خردمند رو نوشته. البته من نمیخوام این فرد رو بزرگ کنم، چون که ایشون یک مقداری دسترسی به رانت میدیا داره و از این رانت میدیا سعی میکنه حد اکثر استفاده رو بکنه. ولی خب پول انقدر با ارزش بوده، مطلب پول، شناخت پول، که ایشون دومی یا سومین کتابش رو در مورد پول نوشته. یا کتاب دیگری رو آقای جوادی و دوست دیگری ترجمه کردم به فارسی که در زمینه پول هست، از آقای هایک. توصیه اکید من این هست که شما تا وقتی که این دوره در واقع به اتمام میرسه، یعنی تا روز جمعه این هفته، سعی کنید که این کتاب ها رو اگر میشه آنلاین پیدا کنید که برای بندم بفرستید که من اینها رو در واقع به اشتراک بگذارم. اگر میشه آنلاین خریداری کنید، لطفا این کار رو بکنید و این کتاب ها رو مطالعه کنید تا شناخت بالاتری از پول پیدا کنید. اگر پول را بشناسید، خیلی موفق‌تر هستید در سرمایه گذاری و در تحلیل اقتصادی. و اگر نشناسید، یک جای دچار مشکل اساسی خواهید شد متاسفانه. پس اولین اولویت در تحلیل سرمایه گذاری و تحلیل مالی باید شناخت پول باشه به باور بنده. اما مسئله دیگری که من میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که دیروز هم در، اگر شما ملاحظه فرمودید، در لایو اینستاگرامی که من داشتم دیروز هم به این مسئله اشاره کردم. من یک استادی داشتم به نام پروفسور کدلاک. پروفسور کدلاک استاد برجسته سرمایه گذاری بودن در دانشگاه ورجینیا تک وقتی که من دوره MBA فایننس رو اونجا میگذروندم. پروفسور کدلاک یک صحبت مهمی رو مطرح میکردند و اون این بود که نوسانات قیمت‌های دارایی‌ها، چه سهام، چه مسکن، چه دارایی‌های معنوی، دارایی‌هایی که اصلاً intangible assets، دارایی‌های غیر ملموس یا ناملموس، هر نوع دارایی که شما بخواید ارزش‌گذاری انجام بدید، 50% نوسانات این ارزش‌گذاری‌ها ناشی از اقتصاد کلان هست، ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان هست. 30% ناشی از تلاطمات اون صنعت خاص هست و تنها 20% به اون asset خاص بستگی داره. مثلا شما سهام ایران خودرو رو که میبینید، 50% تغییرات قیمت و تغییرات بازده سهام ایران خودرو بستگی به وضعیت اقتصاد کلان داره. 30% بستگی به وضعیت صنعت خودرو داره و 20% مشخصا مربوط هست به تحلیل سهام ایران خودرو. بنابراین خب شما ملاحظه می‌فرمایید که چقدر در کشور ما تحلیل فاندامنتال و تحلیل مخصوصا تحلیل تکنیکال چقدر جا افتاده که ما مثلا یک شرکت خاص رو بتونیم تحلیل کنیم. دوستان من، این که شما شرکت خاص رو به خوبی تحلیل کنید تنها 20% نوسانات رو میتونه پوشش بده، نوسانات قیمت یا بازده اون سهم رو، اون سرمایه گذاری رو میتونه پوشش بده. اما اگر شما تحلیل اقتصادی یاد بگیرید، به خصوص تحلیل اقتصاد کلان، به خصوص تحلیل پول، شما شاید تا 50% تا 80% بتونید قدرت پیشبینی در بازار پیدا کنید.
80% نوسانات رو بتونید پیش بینی کنید یا بتونید از بقیه جلوتر باشید، چون پیش بینی کامل که امکانش وجود نداره. و اگر فردی بتونه مثلا در بازارهای مالی 60% مواقع به درستی پیش بینی کنه و 40% مواقع در واقع خطا داشته باشه، این فرد احتمالا فرد موفقی خواهد بود در بازارهای مالی. بنابراین عرض من این بود که اولین اولویت اگر میخواید در بازارهای مالی موفق بشید، در سرمایه گذاری موفق بشید یا در تحلیل اقتصادی موفق بشید، اولین اولویتون باید شناخت اقتصاد کلان باشه. و اقتصاد کلان علم فربهی است. دقت بفرمایید، اقتصاد کلان علم فربهی است. اقتصاد کلان دو سه بخش متفاوت، دو سه زیرگروه دارد که یکی از زیرگروه های اقتصاد کلان تحت عنوان در واقع پول و بانک شناخته میشه. این زیرگروه پول و بانک برای افرادی که میخوان در دنیای واقع قدرت تحلیل پیدا کنن از همه اساسی تر و از همه مهمتر هست. بخش های دیگر اقتصاد کلان که در واقع ارزشمند هست، یکی مسئله بیزنس سایکل هست یا سیکل های تجاری. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم تشخیص بدیم یا بتونیم در واقع مداوا کنیم یک اقتصاد رو که وارد دوره های رکود و رونق می شود. اقتصاد های آزاد معمولا به طور متوالی دوره های رکود و دوره های رونق رو در پیش دارند. و مسئله دیگر اقتصاد رشد است. رشد روندهای بسیار دراز مدت رو پیش می کنه. یک وقتی هست که روندهای رشد وضعیت خیلی مناسبی رو در اقتصاد نشون میده یا پیش بینی میکنه، ولی خب وضعیت بیزنس سایکل یا سیکل تجاری و وضعیت پول و وضعیت پول جامعه یا سیاست های پولی و سیاست های مالی در جامعه متاسفانه ممکنه که امکان در واقع برآوردن اون قابلیت ها رو ندهد، اون پتانسیل یا پتانسیل رو ندهد. من مثال خدمت عرض میکنم، پیش بینی قریب به اتفاق اقتصاددانان رشد در جهان این بوده که ایران بعد از سال 2010 بالاترین نرخ رشد اقتصادی رو داره، شاید بالاترین در دنیا. یعنی همون وضعی که همون موهبتی که در چین، در کره جنوبی و پیش از اون در ژاپن اتفاق افتاده، پیش بینی میشد در ایران اتفاق بیفته. منتها متاسفانه از 2010 اتفاقا به باور بنده به دلیل همین پیش بینی که اقتصاددانان داشتن، از 2010 به بعد بر کشور ما متاسفانه تحریم وضع شد و مسئله هم تحریم مؤثر بود در اینکه ما نتونیم از قابلیت خودمون استفاده کنیم و هم اینکه هم تحریم خیلی مؤثر بود که ما نتونیم از قابلیت خودمون استفاده کنیم و هم سیاست‌های داخل در جهت زدودن رکود و در جهت ایجاد رونق و در جهت بهره‌گیری از روندهای اقتصادی متاسفانه در اقتصاد ایران نبوده. زمانی که عقلانیت اقتصادی به سیاست گذاری اقتصادی در کشور بازگردد، بنده امیدوارم، امید دارم و این امید امید کاذبم نیست، یک امیدی است بر اساس تحلیل، که ما بریم به سمت نرخ‌های رشد بسیار مطلوب. شاید در دوره تحریم نتونیم نرخ رشد 10-12% که پیش بینی میشد داشته باشیم، ولی به باور بنده به راحتی میشه میشد در سال 99 اگر مثلا بودجه درستی دولت تنظیم میکرد، به راحتی ما می توانستیم نرخ‌های رشد 3-5-6% هم داشته باشیم. البته مسئله کرونا، مسئله بحران کرونا هم مسئله جدی است که باید برای اون هم چاره اندیشی بشه. در اون زمینه به نظر نمی رسه که فعلا ما در یک سیاست فعال رو دنبال می‌کنیم. متأسفانه سیاست‌های ما در سال‌های گذشته منفعل. خب حالا ببینید، من یک دوره‌ای رو وقتی برگشتم ایران، خب من عرض کردم خدمتتون دیگه، من در دانشگاه وولونگونگ به مدت 10 سال استاد بانکداری و فایننس و اقتصاد کلان دانشگاه وولونگونگ بودم. بعد از 10 سال برگشتم ایران، هدف بنده این بود که اگر بتوانم تغییر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به وجود بیاورم که به سمت قابلیت‌های اقتصاد پیش بریم. خب موفق نشدم، اشکالی هم نداره، بالاخره انسان که همیشه که پیروز نیست که. من سعی کردم در سیاست گذاران اقتصادی کشور تأثیر بگذارم، متاسفانه گوش شنوایی پیدا نشد. و چون اینطور بود، تصمیمم بر این هست که با شما دوستان، با عزیزان، در واقع با عامه جامعه، با نخبگان جامعه سعی کنم ارتباط برقرار کنم. نخبگان علمی، نخبگان
کسب و کار. بنای بنده این هست که یک گروهی ما به وجود بیاوریم که از نظر دانش به دانش روز دنیا حداقل در عرصه اقتصاد و فایننس مجهز هستند. اگر ما بتونیم این دوره رو گسترش بدیم و مثلا بتونیم یک چند هزار نفر تربیت کنیم که به راحتی و به خوبی با علم روز دنیا میتونن در واقع مسائل اقتصاد ایران و اقتصاد جهان رو تحلیل کنن، دیر یا زود انشاءالله موفق خواهیم شد که تأثیر خوبی بر اقتصاد کشورمون بگذاریم و معیشت و رفاه شهروندان رو تغییر بدیم. خب برای اینکه این مسئله صورت بگیره، عرض کردم خدمتتون یک برآوردی انجام شد و به نظرم رسید که مسئله پول مسئله مهمی هست و باید به مسئله پول توجه بشه، مخصوصا که یک دوستی آقای دکتر یزدان پناه در یکی از شبکه‌های مجازی یک بار به من این مقاله رو معرفی کردن که در بانک مرکزی انگلیس در سال 2013-2014 و اخیراً هم در سال 2019 یک مقاله دیگری توسط 3 نفر از اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی انگلیس نوشته شده. اون مقاله، عنوان مقاله هست Money Creation in the Modern Economy یا خلق پول در اقتصاد مدرن. من این مقاله رو بسیار مقاله مدرن و مفیدی یافتم. البته دوستانی که این مقاله رو خونده بودند برداشت هایی از این مقاله داشتن که این برداشت ها متاسفانه واقعیت نداشت. من به اون آقای دکتر و آقای دکتر یزدان پناه بنده گفتم من به شما قول میدم، تعهد میدم که اگر یک روزی من به کشور خودم بازگشتم این مقاله رو برای افرادی که علاقه مند هستن تدریس کنم. و توفیقی یافتم وقتی که برگشتم به میهن این اسلاید هایی رو که ملاحظه میفرمایید بنده تشکیل دادم که حجم کل اسلاید ها یه چیزی حدود 170 بیش از 170 اسلاید هست و اون مقاله به صورت جمله به جمله و کلمه به کلمه به فارسی ترجمه شد و متن انگلیسی و متن فارسی در قالب این اسلاید ها در کنار هم قرار گرفته که در آینده شما ملاحظه خواهید فرمود. تجربه بنده نشون داد که تدریس این مقاله حدود 22 ساعت طول میکشه. از اون طرف دوستانی در مؤسسه گام که واقعا افراد خیری هستند و افراد دلسوزی برای اقتصاد کشور هستند ملاحظه میفرمایید، مؤسسه آموزشی گام، این دوستان هم زحمت کشیدند و در واقع زحمت کشیدند و این اسلاید ها رو به من کمک کردن که هم اسلاید ها رو آماده کنیم و هم به اسلاید ها بیافزاییم که یک تعدادی موشن گرافیکس و یک تعدادی فیلم زیرنویس شد و به اسلاید ها اضافه شد. تعدادی فیلم که خدمت شما عرض میکنم بیش از 2 ساعت فیلم زیرنویس شده در این دوره ها ما در واقع ارائه خواهیم داد و مورد بحث دقیق و کارشناسی قرار خواهیم داد. خب برداشتم این بود که اگر من برای یک دوره 22 ساعته بخوام که در واقع از شما دعوت کنم که تشریف بیارید و حضور داشته باشید، ممکنه برای برخی از افراد ثقیل باشه یا بیش از مقدمات رو احتیاج نداشته باشند. این بود که اون دوره 22 ساعته رو تبدیل کردم به 3 تا دوره 7.5 ساعته که انشالله در خدمت شما هستیم و به صورت یک کارگاه من میخواستم به صورت خیلی اینتراکتیو ما انشاءالله مسئله در واقع اقتصاد پول و بانک و مدرن رو که عرض کردم مقاله سال 2014 نوشته شده که بسیاری از اساتید دانشگاه مطمئن هستم اگر دوستانی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در دانشگاه های برتر ایران دارن تحصیل میکنند و در این دوره ثبت نام کردن، بنده مطمئن هستم ارزش این دوره رو بیش از سایر افراد احتمالاً بدونند، چون کاملا میدونیم که مسائل مدرن پولی، مسائل مدرن اقتصاد کلان در کشور متاسفانه غریب واقع شده و اقتصاد کلانی که الان داره در کشور تدریس میشه در برخی دانشگاه ها اقتصاد کلان 40 سال پیش هست، اقتصاد کلانی هست که در سراسر دنیا نظریات اقتصادی شکست خورد متاسفانه و موفق نبود. اون اقتصاد کلان الان داره تدریس میشه. خب امیدوارم که ما موفق باشیم. من با اجازهتون سریعتر شروع میکنم پیشینه خودم رو که عرض کردم خدمتتون. این مقاله رو ما فقط چند پاراگراف اول این مقاله رو در این دوره ما
فرصت میکنیم که بخونیم. ولی اگر شما مایل بودی، شما عزیزان مایل بودید، اون دو دوره دیگر رو هم بعد از این دوره میتونیم برگزار کنیم. مثلا اگر دوستانی مایل باشن هفته بعد هم ما میتونیم 3 روز اختصاص بدیم بخش دوم این مقاله رو در واقع پوشش بدیم. منتها دقت بفرمایید که وقتی میریم بخش دوم و بخش سوم یک مقدار مسائل ابسترکت میشه، در این حد در واقع دوره اول ممکنه جذاب نباشه و ممکنه خسته کننده بشه یک مقداری. ولی برای کسانی که این دوره رو در واقع مناسب یافتن، توصیه من اینه که دوره دوم و سوم همه 22 ساعت رو پیگیری کنن. بریم سراغ پول. پول چیست؟ اگر بخوایم بدونیم که پول چیست، باید ببینیم که نقش‌های اساسی پول چیست. خب ببینید 3 نقش اساسی پول داره. در همین کتاب آقای هراری هم به این مسئله توجه شده و من واقعا تحسین میکنم این آقا رو که مسائلی که اینقدر ساده هست و در همون جلسه اول درس اقتصاد کلان ممکنه که مرور بشه رو آقای هراری اومده در موردش یک کتاب نوشته، یه چند فصل اون کتاب در مورد همین نقش‌های پول هست. ببینید پول 3 نقش اساسی در اقتصاد ایفا میکنه. پول ابزار سنجش یا وسیله سنجش هست. اینکه پول ابزار سنجش هست، ببینید ممکنه که یک پولی این نقشش مهمتر باشه یا این نقشش ضعیفتر باشه. پس هر کدوم از این نقش‌های پول برای انواع و اقسام پولی که ما در جامعه داریم، حالا ممکنه شما بفرمایید که ما که یه نوع پول که بیشتر نداریم، یک ریال در کشور که بیشتر نداریم، اجازه فرمایید با هم جلو بریم ببینیم ما چند نوع پول داریم. بعد خب خیلی خیلی وضعیت فرق میکنه. خب ببینید یک پول وسیله سنجش است. وسیله سنجش چه؟ وسیله سنجش ارزش، ارزش کالا و خدمات. اگر پول نباشد ارزش گذاری کالا و خدمات دچار مشکل میشه. ارزش گذاری کالا و خدمات که دچار مشکل شد، خب چه اتفاقی میفته؟ دوستان بنویسن ارزش گذاری، اگر کسی میخواد صحبت کنه الان بیاید بالا صحبت کنید. ارزش گذاری کالا و خدمات اگر در واقع دچار اختلال بشه چه اتفاقی در اقتصاد میفته؟ یک نفر از دوستان دست بالا کنه و این رو به من جواب بده. سلام علیکم. سلام. مبادله خیلی سخت شکل میگیره. شما آقای علیرضا هستی یا آقای محمد رضا هستید؟ من علیرضا. بله بله آقای محمد رضا صحبت نکردن، شما صحبت کردید. احسنت آقای علیرضا. ببینید این مسئله که شما فرمودید، پس فرمودن چی؟ دوباره بفرمایید. دوباره مبادله سخت صورت میگیره یا غیر ممکن؟ سخت یا غیر ممکن؟ آره حالا فرض کنیم مبادله سخت صورت بگیره، چه اتفاقی میفته مگه؟ مبادله باعث میشه که یوتیلیتی افراد بیشتر شه. آفرین. و رشته شما اقتصاده؟ ماینور اقتصاد هم دارم میخونم. ماشاءالله. کجا میخونید؟ شریف بشه اصلیم ریاضیه. خدا رو شکر که همین این مسائل اینطور گفته میشه و شما آگاه میشید. واقعا امید ما به شماست. احسن آقای علیرضا، من با شما خداحافظی میکنم. دقت بفرمایید آقای علیرضا صحبتی کردم، من واقعا محظوظ شدم. دقت بفرمایید ببینید اگر شما در اقتصاد توسعه دارید به دلیل مبادله است، به دلیل اینکه شما یک سری کالاهای اضافی دارید و یک سری کالاهای کمبود دارید. اون کالایی که اضافی دارید رو در اختیار بقیه قرار میدید، اون کالایی رو که کمبود دارید از بقیه دریافت میکنید. این مبادله است. اگر مبادله صورت نگیرد دچار مشکل میشیم. اگر مبادله صورت نگیرد سطح رفاه کاهش پیدا میکنه. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم در اقتصاد انجام بدیم که سطح رفاه رشد کنه مبادله است. ما یک گروهی در اقتصاد ایران داریم به نام نهادگرایان یا institutionalists. خب ببینید این نهادگرایان چی میگن؟ من نمیدونم در اقتصاد ایران چی میگن، چون که واقعا اولش هم واقعا خیلی اینها افراد در واقع فرهیخته هستند و بودن، ولی در ابتدا این مباحث خیلی خوب مطرح شده. ارجاع میدم شما رو به کتاب دوست عزیزم آقای دکتر محسن رنانی به نام بازار و نابازار. ببینید بازار و نابازار، اونجا آقای دکتر رنانی که شاید اولین کتابی بود که برگرفته از تز دکترای ایشون بود، اونجا به درستی اشاره میکنند که نقش بازار چقدر مهم هست. بازار جایی است که این مبادله صورت میگیره. ببینید حالا اگر کسی اومد گفت بازار مقدس و این حرفا، نه مقدس نیست.
ببینید، ولی بازار نباشد، مبادله نباشد، سطح رفاه شما به شدت کاهش پیدا میکنه. مثال میزنم خدمت شما، ببینید الان بیماری در جامعه اومده، بیماری کرونا. خب بسیاری از افراد در طول سال بیماری های دیگری میگیرند، مثل مثلا بیماری مثلا گلو درد. شما گلوتون ممکنه چرک کنه. خب این گلوتون که چرک میکنه، آمریکایی‌ها میگن که، یا در زبان انگلیسی میگن که it is taken for granted. یعنی چی for granted؟ یعنی شما یک نعمتی بهتون رسیده، اصلا قدرشو نمیدونید. یعنی حق خودتون میدونید که این نعمت بهتون رسیده. خب حالا فرض کنید شما گلو درد بگیرید، ولی خب داروی گلو درد چیست؟ یک آنتیبیوتیک ساده. قیمت این آنتیبیوتیک الان در بازار ایران چقدره؟ ممکنه بستش 2000 تومان باشه یا 10000 تومان باشه، بیشتر از این مقدار که نیست که. اما دقت بفرمایید، نبود این آنتیبیوتیک، نبود این آنتیبیوتیک یعنی مرگ. برای بنده اتفاق افتاد، من سفری داشتم به آلمان، سفر یک هفته ای بود. در روز دوم سفر بنده گلوم یه مقدار درد گرفت و تا 4-5 روز من تحمل کردم. وقتی برگشتم ایران، در هواپیما که نشسته بودم، من متوجه شدم سرم دیگه چپ و راست نمیتونم سرمو بگردونم. یعنی انقدر این در واقع چرک کرده بود، به خاطر اینکه مثلا 3 روز آنتیبیوتیک عقب افتاده بود. و من محض اینکه رسیدم به فرودگاه آنتیبیوتیک رو خریدم و استفاده کردم و 2 روز بعدم خوب شده بودم. اصلا هیچ اثری از اون بیماری شدید نبود. خب ارزش این کالا چقدره؟ ارزش این کالا به صورت مارجینال یا به صورت حاشیه‌ای، ارزش این بی‌نهایت ممکنه باشه، چون به ارزش جان آدمی بستگی داره. ولی الان در یک بازاری وقتی مبادله میشه با قیمت 5000 تومان، با قیمت 3000 تومان مبادله میشه. ببینید قیمت فرع قضیه است، اصل قضیه اون مبادله است. دقت فرمودید؟ اصل قضیه اون مبادله است. خب دقت بفرمایید، اصل قضیه اینه که مبادله انجام بشود. خب فرع قضیه اینه که قیمت چقدر، ارزش چقدر باشه. اما اگر ارزش یک کالا برای شما مشخص نباشه، احتمال داره که مبادله صورت نگیرد. شما یه خونه ای رو میخواد بفروشید، بازار راکت هست، خریدار میگه متری 20 میلیون، فروشنده میگه متری 50 میلیون. تفاوت قیمت 30 میلیونی وجود داره بین ذهنیت خریدار و ذهنیت فروشنده. مبادله صورت نمیگیرد، بازاری شکل نمیگیرد. بدون بازار ما دچار مشکل میشیم. خب اگر این نقش پول که وسیله سنجش هست ضعیف بشود، اون وقت متاسفانه سطح رفاه جامعه به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا سوال اینجاست، باز اگر کسی از دوستان میتونن دستشون رو بلند کنن و بفرمایند، خب چگونه ممکنه نقش وسیله سنجش بودن پول ضعیف شود؟ چه اتفاقی میفته که یک پول دیگه وسیله سنجش نیست؟ یکی از دوستان دست رو بالا کنن بفرمایند. احسنت. خب آقای علیرضا، بازم که شما، دوستان دیگه هم خب بیام. احسن در شما، آقای علیرضا بفرمایید. اینکه ارزشش هی عوض شه، یعنی آفرید. ثابت نباشه، ثبات نداشته باشه. خب شما بهتر از بقیه. خب خیلی ممنونم، خیلی خوب. ببینید آقای علیرضا فرمودن که ارزشش ثابت نباشد، نه اینکه فقط تورم داشته باشیم، ما تورم هم همینطور. منتها ما دو نوع تورم داریم دوستان، دقت فرمایید. یک تورمی که قابل پیش بینی است، پیش بینی پذیر است، یک تورمی که پیش بینی پذیر نیست. خب چه تفاوتی دارن اینها با هم دیگه؟ دقت کنید، تورم سال 98 ما پیش بینی پذیر بود. ما میدونستیم که وارد یک محیط تورمی داریم میشیم. از سال 97 ما متوجه شدیم که وارد محیط تورمی میشیم. تأثیر مخربی بر اقتصاد نگذاشت. اما بعد در سال 99 برداشت این است که نمیدونیم. رئیس بانک مرکزی میگه 20%، بعضی از اقتصاددانان میگن 100%، بعضی از اقتصاددانان میگن 30%، 40%. من بنده خودم معتقدم که میتونستیم نرخ تورم رو در انتهای سال 99 بیاریم به زیر 20%. متاسفانه نشد. یعنی متاسفانه اون بودجه که باید تصویب میشد، بودجه رونقزا و تورمزدا تصویب نشد، بودجه تورمزا و رونقزدا متاسفانه تصویب شد. علی ای حال الان مثلا برداشت من هست که 30-40% ممکنه باشه. همین امروز برداشت بازار ارز تهران این بوده که تورم خیلی بالاتر از این هاست. دقیق فرمودید،
همین که حتی نه اینکه ارزش اون پول تغییر میکنه، اگر انتظارات شما در مورد ارزش پول تغییر کنه و شما نااطمینانی داشته باشید در مورد ارزش پول، در واقع نااطمینانی دارید در مورد ارزش تمام کالاهایی که در اقتصاد هست. این میشه که سطح مبادلات کاهش پیدا میکنه. سطح مبادلات که کاهش پیدا کرد دچار مشکل میشه. پس تورم خیلی مضره، چون قیمت ها رو تغییر میده. از تورم مضرتر نااطمینانی در تورم هست. خب آیا ممکنه یک پول داشته باشیم؟ یک فرد دیگری به جز آقای علیرضا که ماشاءالله من باید به اساتیدشم تحسین بگم، تحسین کنم اساتید رو که این درس ها رو دادن. خب آقای حسن شما بفرمایید که آیا ممکنه که یک پولی از نظر وسیله سنجش اصلا وسیله سنجش نباشه ولی پول باشه؟ مثلا میتونه یک کالای ارزشمند مثل طلا برای این کار قرار بگیره، پول نیست ولی وسیله مبادله میتونه باشه. نه اون برعکسه، یعنی اصلا طلا همیشه به یک نحوی میتونسته وسیله سنجش باشد، البته در دنیای مدرن ضعیفتر شده. ما از مثلا از پول فیات یا پول کاغذی داریم برای وسیله سنجش استفاده میکنیم، ولی طلا واقعا یک پول کلاسیک هست. دقت فرمودید؟ طلا یک پول حالا تو بازار ما خود دلار مبنای مبادله مبادل، ولی اولا مبادله نمیشه. این همه سنجش دلاره. اگه منظورتون ممکنه بشه، بهش میگن دلاریزیشن. امیدواریم نشه، امیدواریم کشور نره به سمت دلاری شدن که دلار بشه وسیله سنجش. هنوز نشده ولی ممکنه. این احتمال از وقتی نرخ تورم بالا میره در یک وهله متاسفانه اقتصاد تبدیل به در واقع دلاریزه میشه. خب من از شما خداحافظی میکنم آقای حسن، خیلی خوب بود. من فکر میکنم مثلا چک میتونه این نقش رو داشته باشه، چون که بله نقش این که حفظ ارزش نکنه ولی وسیله مبادله باشه. نه به خاطر وسیله سنجش رو صحبت میکنه، هنوز اصلا اونا توضیح ندادم خدمتتون. وسیله سنجش نباشد ولی پول باشد. خب دقت بفرمایید، ببینید وسیله سنجش عرض کردم دیگه. ببینید این کویزی بود که باید سریعتر جواب میدادید. ببینید اگر قرار باشه پول وسیله سنجش نباشه، باید ارزشش مخصوصا ارزش انتظاری آیندهش نااطمینانی بالایی داشته باشه، ریسک داشته باشه، تلاطم داشته باشه، نوسان داشته باشه. پولی که امروز خیلی مشهور شده ولی مطلقا وسیله سنجش نیست کریپتوه، بیت کوینه. بیت کوین وسیله سنجش نیست، ارزشش خیلی متلاطمه، ولی با این ارزش متلاطم میشه به عنوان وسیله مبادله از بیت کوین استفاده کرد. چرا؟ چون در اون یک روز خاص یا در اون یک ساعت خاص احتمالاً که شما میخواید یک مبادله ای رو بین ایران و مثلا برزیل که اون سر دنیاست، شما میخواید معامله ای رو انجام بدید، بلافاصله بیت کوین رو بارک الله. آقای مصطفی شما نیومدی بالا صحبت کنید. خب اون وسیله سنجش رو، اون مطلقاً وسیله سنجش نیست، ولی شما میتونید بیت کوین رو بفرستید. الان یکی از دوستان بنده گفتن که برای انتقال پول مثلا به استرالیا ما میتونیم از بیت کوین استفاده کنیم. این پول حفظ ارزش ممکنه بکنه، یعنی به یک نحوی حفظ که نمیکنه، ولی وسیله ای است که افراد به نحوی سرمایه گذاری میکنند. دقت فرمودید؟ وسیله مبادله میتونه باشه. اتفاقا جالب اینجاست، با اینکه ارزشش خیلی متلاطمه ولی بیشترین نقشش همون حفظ ارزشه. دقت فرمودید؟ یعنی افراد سرمایه گذاری میکنن، وسیله مبادله هم نیست واسه شون. حتی خرید و فروش میکنن کریپتوها رو برای اینکه سود بالاتر ببرن، باز هم وسیله حفظ ارزش. نقش اول بیت کوین حفظ ارزشه، با اینکه ارزش متلاطمی داره، ولی پولی که ارزشش متلاطم باشه نمیتونه وسیله سنجش باشه. خب این از این. اما در مبحث تحلیل اقتصادی دو نقش دیگر پول است که مهمه. یکی پولی که حفظ ارزش، یعنی یکی نقش دیگر پول حفظ ارزش و دیگری وسیله مبادله. دو تا کالا رو میخوایم با هم دیگه مبادله کنیم. در اقتصاد عصر حجر امکان مبادله نوشتن که استاد به غیر از کریپتو چیز دیگری هم میشود نام ببرید؟ بله بله، البته نمیخوام نام ببرم، ولی پولی که تضعیف بشه، پولی که تضعیف بشه، پولی که نوسان ارزش داشته باشه، مثلا واحد پول ونزوئلا، این دیگه وسیله ارزش نیست مطلقا. یا در گذشته واحد پول اکوادور، زیمبابوه، اینها وسیله سنجش نبودند. پول مبادله میشد، وسیله حفظ ارزش نبود، وسیله سنجش هم نبود، اما وسیله مبادله بود. حقوق کارمندان هنوز که هنوز در ونزوئلا داره به وسیله
در واقع پول ملی پرداخت میشه، خدا نکنه ریال خودمون. من خیلی البته تعجب میکنم خدمت شما، خدا را شکر شانس آوردیم ما نرفتیم به سمت نرخ‌های تورم بالا، چون سیاست هایی که 92 تا 97 در پیش گرفتیم سیاست های مخربی بود، سیاست های تعویق تورمی، سیاست های انباشت شوک. همینجا ما با هم دیگه میخوایم اینها رو با هم دیگه هم فکر بشیم. سیاست های انباشت شوک سیاست های وحشتناکی، سیاست های بسیار مخربی است. یکی از معدود کشورهای جهان هستیم که 50 سال هست سیاست انباشت شوک نرخ ارز رو داشتیم. این نرخ ارز رو تثبیت میکنیم، تا این مدتی تثبیت، بعدم فنر ارزی رها میشه، دوباره تثبیت میکنیم، دوباره رها میشه. و عجیبه واقعا که درس نمیگیریم که این سیاستی که در پیش گرفتیم سیاست غلطیه. از 92 به بعد سیاست مخرب انباشت شوک ارزی رو به تورمم تسری دادیم و سیاست انباشت شوک تورمی هم متاسفانه در پیش گرفتیم که خیلی وضعیت بدی بود. خب دوستان، مسئله دیگری باید خدمتتون عرض کنم. همونطور که ممکنه یک نوع پول از نظر وسیله سنجش نباشد، ولی نقش وسیله مبادلاتیش بالاتر باشه یا نقش حفظ ارزشیش بالاتر باشه، سایر اشکال پول هم در هر کدوم از این ستا ممکنه نقش متفاوتی رو ایفا کنند. خب من میخوام خدمت شما الان مبحث جدید رو روی همین اسلاید شروع کنم. ببینید، پولی که در جامعه جریان داره این اشکال همون پول اشکال متفاوتی داره و کارکردهای متفاوتی داره. بعضی از کارکردهای نقشی در اقتصاد کلان نداره. مثلا چی عرض میکنم؟ مثلا اینکه پول اسکناس باشه یا مسکوک باشه از نظر تحلیل ما تفاوتی نمیکنه. از نظر هزینه ضرب یا انتشار پول ممکنه تفاوت ایجاد بکنه، ولی برای من و شما نباید فرقی بکنه که در جیبمون یک اسکناس مثلا 500 تومانی باشه یا یک سکه 500 تومانی باشه. اینقدرها فرق نداره. دقت فرمودید؟ اما در اقتصاد اسکناس و مسکوک، یعنی پول نقدی که تو جیب من و شما قرار میگیره یا در داخل حساب بانک قرار میگیره، اسکناس و مسکوک به علاوه حساب جاری که شرکت ها و افراد داخل بانک دارند رو تحت عنوان پول میشناسیم. دقت فرمودید؟ ولی اون پول این پول نیست. اون پولی که ما در کتاب های اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، اون قسمت پول رو که متشکل است از اسکناس و مسکوک به علاوه حساب جاری بانک ها، اون پول میشه زیر مجموع این پولی که من اینجا خدمت شما توضیح دادم و تعریف کردم. دقت فرمودید؟ این پولی که من اینجا خدمت شما توضیح دادم در کتاب های اقتصاد کلان نام دیگری داره. دوستانی که میدونند نام مور جنرال، نام جنرال چی میشه؟ وسیع‌تر، نام وسیع‌تر، احسنت بر آقای مهدی. بله، آقای مهدی درستی نوشتن که اون پول رو ما نقدینگی مینامیم در کتاب های اقتصاد کلان. دقت فرمودید؟ پس نقدینگی یک پول وسیع هست. بله. نه، ببینید، نقدینگی اون M2 است که آقای مهدی نوشته. آقای مهدی اشتباه شما کردی. M1 و M2 نمی‌نویسیم هیچ وقت. چرا M1 و M2 نمی‌نویسیم؟ حالا من بعدا خدمت اینا رو همانا توضیح میدم. دوستانی که آشنایی ندارن با این مباحث نگران نباشن. M2 یعنی M1 به علاوه مابقی. خب حالا دوستان، چون آقای مهدی امروز الان M1 رو نوشتن و آقای حسام الدین هم M1 رو نوشتن، احسن، M1 ذیل M2 هست. چون اینها M1 و M2 رو نوشتن، من همینجا M1 رو خدمت شما توضیح میدم که فکر نکنید عقب افتادیم. دوستان ببینید، M1 همین هست که من تحت عنوان پول برای شما معرفی کردم، پول کتاب‌های اقتصاد کلان. یعنی کدوم پول؟ پول کوچیکه، پولی که نرو شده، باریکتره، پول باریکتر. M1 چیه؟ M1 از اسکناس و مسکوک به علاوه حساب‌های جاری بانک ها. این M1 بخشی از اون پول وسیله. یا حساب‌های دیداری، حساب‌های جاری رو حساب‌های دیداری هم مینامیم. بسیار عالی.
چرا حساب های دیداری می نامیم؟ ببینید هر حسابی رو که شما وقتی دیدار کردید در بانک بتونید مورد استفاده قرار بدید بهش میگیم حساب دیداری. مشخص شد؟ حالا کم کم داریم جلو میریم تو ببینیم اقتصاد ایران مثلا حساب های دیداری در اقتصاد ایران چیست. مثلا مشکلات ما از همین جاست، همین بدبختی که این مشکلاتی که ما داریم این هست که همین مسائلی که به نظر شما ساده میرسد همین مسائل رو نمیدونیم و به عمیق نمیدونیم. پس دقت بفرمایید، یک پول داریم که اسکناس و مسکوکه به علاوه حساب دیداری یا حساب جاری، درسته؟ یک پول داریم اسکناس و مسکوکه به علاوه حساب جاری و حساب دیداری. یه پول دیگه داریم شما میذاری تو بانک. چرا میذاری تو بانک؟ چرا میذاری تو بانک پولو؟ بنویسین دوستان، چرا پول میذاره در بانک؟ برای حفظ ارزش، برای سود بگیریم، برای اینکه تورم داریم یا پول مازاد داریم، میخوایم یه قسمتی از پولمون رو داخل حساب بانکی قرار میدیم که ازش سود بگیریم. این قسمتی که پول ماست ولی پس انداز میکنیم داخل بانک، این قسمت رو ما عناوین مختلفی بهش میدیم، حساب پس انداز بانکی. بهشون چی میگیم دوستان؟ به این حساب پس انداز آفرین، یکشون میگیم سپرده های مدت دار. اما نه آقای عبدالله، سپرده های کوتاه مدت هم باز میتونن تحت همین عنوان قرار بگیرن. حساب های بانکی که ما داریم، اگر حساب راحت تر من خدمت شما، بهترین اسمی که من دارم یکیش حساب غیر جاری است. حساب جاری ها رو جدا کردیم، هر چی مون میگیم حساب غیر جاری. توجه فرمودید؟ هر چی مون میگیم حساب جاری. حساب غیر جاری حسابیه که ما یک در واقع دریافتی ازش انتظار داریم. حالا مثلا بعضی از بانک ها اومدن یک حسابی به وجود آوردن که این سود نمیده، مثل حساب قرارالحسنه، ولی مثلا میاد جایزه میده، بلیت بخت آزمایی یک به یک نحوی. خب اون هم ازش انتظار سوددهی دارید، ازش انتظار. پس ببینید حساب های پسنداز کوتاه مدت و بلند مدت و حتی شاید بشه گفت قرض الحسنه ها در ایران، همه اینها حساب غیر جاری هستند که ما زیر شاخه دیگر نقدینگی است که در کتاب های اقتصاد کلان بهش پول نمیگیم، به شبه پول میگیم. بعضی از دوستان نوشتن شبه پول. خب من اسم دیگری برای این قائل هستم. من به این حساب ها میگم چی؟ کی میدونه؟ از من کسی شنیده مقالاتی که من می‌نویسم به این قسمت، به شبه پول من چه میگم در ایران؟ احسنت آقای وحید، بارک الله. به شبه پول میگیم که حساب‌های هزینه‌زا. خیلی خوب، این پولی که من برای شما توضیح دادم به علاوه اون پولی که اون شبه پولی که توضیح دادم، اون شبه پول، پول به علاوه شبه پول رو یعنی نقد، میشه نقدینگی، لیکویدیتی، نقدینگی، ولی اسم دیگری هم داره. ما به این میگیم، ما به حساب‌های هزینه‌زا و حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوک روی هم دیگه میگیم ام دو. دقت فرمودید؟ میگیم مانی دو، ام دو، مانی دو. مشخص شد؟ احسنت بر شما. و به اون قسمت اسکناس و مسکوک و حساب جاری میگیم ام چی؟ ام یک. درست شد؟ پس حساب های هزینه زای بانکی یا شبه پول هست ام دو. باریکالله آقای مرداد، آفرین به شما. آقای مرداد خیلی خوب نوشتن ام دو مساوی با ام یک به علاوه مابقی، یا حساب یا حساب های هزینه زا میشه ام دو منهای ام یک. دقیق فرمودید؟ باریکالله آقای محمد، سوال خیلی خوبی مطرح کردید، آفرین آقای مهدی، باریکالله، باریکالله، چه سوالی مطرح شد. اجازه بفرمایید. چرا میگن هزینه زا؟ آقای مهدی خیلی خوب نوشت. چون برای بانک ها هزینه زاست، دوستان عزیز، برای بانک هزینه زاست. برای شما درآمد به عنوان سپرده گذار برای بانک هزینه است. و اگر نظام بانکی دچار مشکل سوددهی باشه مثل کشور ما، این هزینه رو چه کسی پرداخت خواهد کرد در نهایت؟ احسنت. به چه صورت مردم، به چه صورت مردم این هزینه رو پرداخت میکنن وقتی بانک ها به سپرده ها سود میدن؟ به چه صورت؟ به صورت تورم. تموم شد، تموم شد.
یکی از توصیه‌ها که بنده داشتم، مدت‌ها این توصیه رو ما کردیم، فایده نداشت. عرض کردم خدمت دوستان بانک مرکزی، دوستان نظام بانکی، آقا میخواد مشکل حل بشه، همین امروز حساب‌هایی که به کارت متصل هست رو همین امروز، اوراق بعدا صحبت می‌کنم، اوراق خیلی کار داریم آقا تا به اوراق برسیم، همین امروز حساب‌هایی که به کارت متصل هست، عزیزان دوباره از تو می‌پرسم، حسابی که به کارت متصل باشه، به پلاستیک متصل باشه، ما چه مینامیم حساب؟ نه 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 خراب شد. آفرین، دیداری، حساب دیداری. بعد گفتیم که گفتیم در بقیه نقاط دنیا وقتی میگیم حساب دیداری منظور حساب جاریه، درسته؟ عرض کردم که در بقیه نقاط دنیا وقتی که حساب جاری هم حساب دیداریه، ولی در ایران چنین چیزی نیست. در ایران هم حساب جاری، هم بسیاری از حساب‌های سپرده، حساب‌های دیداری به حساب می‌آیند. توجه فرمودید؟ خب این که حساب دیداری به حساب می‌آیند، این خیلی مشکل به وجود میاره. ببینید در دنیا شما اگر بانکداری اسلامی رو با تعریف اقتصادی بانکداری اسلامی اگر می‌خواید در دنیا ببینید، تشریف برید به کشور پیشرفته. تشریف برید آلمان، تشریف برید انگلیس، تشریف ببرید ژاپن. در این کشورها اصلا ربا وجود ندارد. فقط فرمودید اگر بانک به شما سرویس میدهد، اگر بانک به شما سرویس میدهد، دقت بفرمایید، بانک به شما سود نمیدهد. تموم شد. فقط فرمودید اگر کارت شما میتونید از یک حسابی برداشت کنید به راحتی، بانک نباید به اون سود بده. آقای سعید نوشتن بانک از بابت این حساب ها سود میبره. نه، بانک از بابت این حساب ها سود نمیبره، بانک سرویس میده. الان ما همینا رو میخوایم بحث کنیم دیگه، حالا خیلی خیلی کار داریم، خیلی راه داریم با هم جلو بریم. بانک سود میده، دقت فرمودید، بعد هزینه میکنه چون داره به شما سرویس هم میده دیگه. پس ممکنه برای شخص، مثلا شخص حساب جاریش یک بار در ماه کار کنه، ولی برای کسب و کارها، برای بزنس ها، هزاران تراکنش در روز بعضی وقتا صورت میگیره، یا ده ها هزار تراکنش در روز در یک حساب بانکی ممکنه صورت بگیره. پس کارت میده، بانک سرویس هم میده، دیگه نباید سود بده. اگر سود داد، داره از کجا سود میده؟ از جیب همه میکشه، از همه میگیره، به کسی که پول توی اون حساب های در اون حساب های دیداری گذاشته، بانک پول سود میده. دقیق فرمودید. خب این فاجعه است. این الان یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست که حالا من ترکیب شبه پول و پول رو اینها رو خدمتتون بعداً توضیح میدم، و ترکیبش رو در ایران خدمتتون توضیح میدم. حساب دیداری حسابی که شما میتونی به راحتی برداشت کنی. حساب غیر دیداری حسابی که اگر خواستی شما برداشت کنی، دوچار یک سری استکاک ممکنه بشی، به راحتی همون لحظه نمیتونی برداشت کنی. مثلا ممکنه بگم برو هفته بعد بیا، برو سه روز دیگه بیا. توجه فرمودید؟ پس دقت فرمودید که در نظام بانکی مثل نظام بانکی ایران که سوددهی بالایی ندارد، بانک سودهایی رو که به شما پرداخت میکنه در نهایت از محل تورم تأمین خواهد شد. چگونه؟ اصلا بحث ما در این کلاس همین خواهد بود. من میخوام خدمت شما نشون بدم که چگونه تورم به وجود می آید. خب گفته آقای محمد، گفتن که نقدینگی رو دوباره تعریف کن. نقدینگی همون M2ه. M2 هست M1 به علاوه شبه پول. M1 هست پول. M1 شامل اسکناس و مسکوک به علاوه چی میشه؟ اسکناس و مسکوک به علاوه حساب جاری میشه. M2 منهای M1 حساب های هزینه زای بانک هاست، که هر چیزی که داخل نظام بانکی باشه، هر سپرده‌ای که داخل نظام بانکی باشه و حساب جاری نباشه، میشه شبه پول یا M2 منهای M1. اما عرض کردم در ایران شبه پول وجود نداره. خب با این توضیحاتی که دادم، حالا کویز، چرا در ایران شبه پول وجود نداره؟ حالا من اخیراً مسکوک کم دیدم. مسکوک مثلا این سکه 500 تومانی بود دیگه، سکه 200 تومانی، سکه 500 تومانی. در لاتین هم میشه لیکویدیتی.
احسنت بر شما آقای محمد جعفر، خیلی خوب نوشتم. شبه پول در ایران همه دیداری است، همه دیداری است. اون طرف بود میگه همشو ببر، این اینجوریه، یعنی همشو. خب عزیز من، وقتی که شما همه سپرده ها دیداری، هم ریسک بانک ها افزایش پیدا میکنه، ریسک بانک افزایش پیدا کنه، به طور متوسط زیان بانک افزایش پیدا میکنه، یا بانک مجبور هست که هزینه بکنه که اون ریسک رو پوشش بده یا مدیریت کنه اون ریسک رو. این هزینه از کجا پرداخت میشه؟ ببینید، این مفاهیمی که من دارم خدمت شما میگم، بعضیاش مفاهیم خیلی مدرنی است، بعضیاش تعاریف پیش پا افتاده نظام بانکی است. وقتی من خدمت شما میگم وقتی بانکی هزینه میکند، این هزینه را از کجا تأمین میکند، این یک مفهومی است که 10 ساله برای ما شناخته شده، برای اقتصاددانان در دنیا شناخته شده، و هنوز در ایران کسی نمیدونه اینا رو. خب دقت بفرمایید. آفرین. وقتی ما میگیم که دقیقا، ببینید، هر بانکی هر مقداری، آها نوشتن از سود وام ها، حالا سود وام ها رو خدمتون توضیح میدم، سود تسهیلات یا سود وام ها رو بعدا خدمتون توضیح میدم، ولی در همین اوائل کار میتونیم بپذیریم که هر هزینه بانکی در واقع از محل خلق پول هزینه بانکی صورت میگیره. اینو بعدا خدمتون توضیح خواهیم داد. بنابراین هر نوع هزینه بانکی در نهایت داره از جیب مردم پرداخت میشه. اگر شما میبینید نه فقط در ایران بلکه در دنیا، مدیران بانکی حقوقهای بسیار بالا دریافت میکنن. از کجا این حقوقها رو دریافت میکنن؟ از جیب همه مردم میگیرن. هزینه های بانکی از جیب همه مردم پرداخت میشه. اما نه خیر، منظورم مالیات تورمی نیست، بعدا خدمتتون توضیح خواهم داد. اما در بقیه یک شرکت ها اینطور نیست. هزینه مثلا مدیر عامل یک شرکت تولیدی بالاخره از محل تولیدات و نمیشه که بگیم از جیب مردم داره برداشت میکنه، ولی در نظام بانکی وضعیت کاملا متفاوت هست. آره ببینید، یه سوال خوبی آقای محمد کردن که آیا سپرده گذاری 5 ساله رو هم میتونیم دیداری به حساب بیاریم. اولا که سپرده ها رو دیگه حد اکثرش رو کردیم 1 سال. حالا از کجا ما این ایده ها رو میاریم که یه دفعه مثلا سپرده های 5 ساله و 3 ساله و 2 ساله رو حذف کنیم؟ من نمیدونم از کجا ما اینو آوردیم، من نمیدونم. ولی الان ما حساب های بلند مدت ما سال هاست که تبدیل شده به حساب های 1 ساله، بالاتر از 1 سال نداریم. دقت فرمودید؟ اما همون حساب 1 ساله یا حساب 5 ساله رو که شما در نظر بگیرید، فرض شما اینه که باید پولتون رو داخل بانک نگه دارید، بانک هم میگه شما باید پولتون رو نگه دارید. ولی اگر شما بعد از 6 ماه خواستید پولتون رو دریافت کنید، بانک میگه که خب شما قرار بود 1 سال، 1 سال اینجا پولتون نگه دارید، مثلا 18% سود بگیرید. حالا که 6 ماه دارید دریافت میکنید، مثلا به جای 18% 15% یا 12% سود رو بگیرید. یعنی در واقع باز هم حساب دیداری است، باز هم حساب دیداری است. خب اما در دنیا ما یک حساب دیگری داریم، در دنیا یک وضعیت دیگری داریم. در دنیا وقتی حساب های 5 سالش رو میخواید باز کنید، به شما Certificate of Deposit یا CD میفروشن. ببینم میتونم اینجا خدمتتون برسم. ببخشید، گواهی سپرده، CD، بله CD یا Certificate of Deposit. این Certificate of Deposit، دقت کنید، اگر CD خورده فروشی باشه مثل ایرانه، میگه آقا شما بیا تا 1000 دلار، شما بیا از ما CD بگیر، CD 3 ساله، اگر خواستی زودتر پولتو برداری میاری بانک، یک جریمه ای در واقع باید پرداخت کنی به بانک، یک جریمه به بانک پرداخت میکنی و پولتو دریافت میکنی. اما برای حساب های کلان بالای 100,000 دلار، به این نوع حساب ها میگیم، به این نوع CD یا به این نوع اسناد میگیم چی؟ به این نوع اسناد میگیم، دوستان کسی میدونه؟ MC همین است که من الان خدمتتون دارم میگم، میگیم Wholesale CD یا گواهی سپرده عمده فروشی. بله، حالا صندوق حالا یک تعریف دیگری داره، ولی نه صندوق نمیتونیم این رو صندوق بنامیم. گواهی چی دوستان؟
گواهی سپرده عمده فروشی. گواهی سپرده عمده فروشی، بانک وقتی این گواهی رو به مدت 3 سال یا به مدت برای مدت 3 یا 5 سال فروخت، اگر مشتری به این پول احتیاج داشت چه می کند؟ بانک یک بازار ثانویه به وجود می آورد، یک بورس کوچکی به وجود میاره، یک فرد دیگری میاد اینو میخره. پس این هولسیل سی دی قابل انتقاله. خب حالا من میخوام یه چیز دیگه هم خدمتتون یاد بدم دیگه، فقط نمیخوایم که فقط اقتصاد پول یا سیاست گذاری پولی خدمتتون یاد بدیم. اگر یک سند تجاری شما داشته باشید که قابل انتقال باشه، کسی میدونه در زبان انگلیسی بهش چی میگیم؟ در زبان فارسی که به جز قابل انتقال چیز دیگه نمیگیم، میگیم انتقال پذیر هم ممکنه بگیم. نه عزیز من، اقصا که بحث دیگه است، خواهش میکنم اذیتمون نکنه. اقصا اوراق ما یک کلی. احسنت بر آقای عبدالله، توضیح میدم خدمتون، چشم، ولی اقصا خیلی فرق داره. احسنت بر آقای عبدالله، ببینید چی نوشتن بهش میگیم negotiable wholesale CD. خب نگوشیشن یعنی چی بچه ها؟ نگوشیشن، دقت بفرمایید، نگوشیشن یعنی چی؟ خب همه گفتن مذاکره، درسته؟ کسی معنی دیگری از نگوشیشن میدونه؟ مذاکره و چانه زنی دیگه. بله مذاکره، چانه زنی. آقای محمد جعفر، ماشاءالله آقای محمد جعفر یه مقداری آشنایش بیشتره. بله. نه معامله و اینا نگید دیگه، خراب نکنید کارو. توافق هم معنی نمیده، نگوشیشن قبل از توافقه، یعنی چانه زنی. نگوشیشن مذاکره، نه توافق، قبل از توافق. قابل صلح، بله آقای مرتضی، آفرین، قابل انتقال، قابل صلح. توجه فرمودید، نگوشیبل سی دی یعنی یک سی دی، نه قابل مذاکره. نه احسن. هولسیل البته سر همه آقای مرتضی که نوشتید نگوشیبل هولسیل سرتیفیکت اف دپوزیت، دقیقاً. پس هولسیل سرتیفیکت اف دپوزیت چیه؟ نگوشیبل، معمولا نگوشیبل یعنی قابل انتقاله، قابل معامله است، نه که قابل مذاکره است. یعنی ممکن، یعنی این سند رو میتونی به کسی دیگه منتقل کنی. خب این سند رو میتونی به فرد دیگری منتقل کنی. پس در زبان فایننس، نه در زبان اقتصاد، در زبان بانکداری، وقتی ما از نگوشیشن و نگوشیبلیتی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که یک سندی وجود داره که این سند رو فرد میتونه به کس دیگری منتقل کنه و هولدر اون سند و کسی که اون سند رو در اختیار دارد، اون در واقع اون مالک سند خواهد بود. در مورد هولسیل سی دی اینطور هست که این نوع سند قابل انتقال هست، مالکیتش قابل صلح، قابل انتقال، قابل فروش هست. در مورد سی دی خرده فروشی، سی دی کوچک، قابل معامله نیست، قابل مبادله نیست، بلکه بانک اون از شما میپذیره، قابل پس دادن به بانکه، قابل پس دادن به بانکه. خب سوالا خیلی سوالای این ور اونور سوال زیاد میشه، دقت بفرمایید، ما داریم بحثای خیلی مهمی رو مطرح میکنیم. خب حالا دقت بفرمایید، حالا این هولسیل سی دی که من خدمت شما عرض کردم، این باز یک نوع دیگری از پول هست که ما تحت عنوان ام سی اینو میشناسیم. چون بانک مطمئنه که وقتی کسی ازش ام سه خرید، یعنی هولسیل سی دی خرید، بانک دیگه مطمئنه که این پول 5 سال در اختیار خودش نگه میداره، درسته؟ بانک هیچ وقت اینو بازخرید نمیکنه، افراد دیگری اینو میخرن تو بازار، بانک اون بازار رو به وجود میاره ولی خودش بازخرید نمیکنه. این باعث میشه بانک مطمئن باشه که این پول به مدت 5 سال در اختیار بانک قرار گرفته است. حالا بانک میتونه این پول رو استفاده کنه وام بده، یا این پول رو استفاده کنه سرمایه گذاری کنه. حالا در دنیا وقتی کسی میخواد سود بگیره، میره سی دی میخره، مخصوصا هولسیل سی دی میخره. هولسیل سی دی پولیست که بانک میتونه روش حساب باز کنه برای بلند مدت. مشخص شد؟ هولسیل سی دی
حالا خیلی خیلی مطالب متعدد مطرح میشه. خیلی از مطالبی هم که شما مطرح میکنید تعاریف تفاوت داره دیگه. حالا یکی یکی اینا رو میریم جلو خدمتتون صحبت میکنیم. خب پس ما M1 رو برای شما توضیح دادیم، M2 رو برای شما توضیح دادیم، M3 رو خدمت شما توضیح دادیم. هنوز تموم نشده، همون M1ش هم کامل خدمتتون توضیح ندادم، اما میخوام که انشاءالله میخوام انشاءالله ما سریعتر جلو بریم که بیشتر یاد بگیریم. خب دوستان عزیز، وقتی شما بسیار دوستان عزیز، وقتی شما در واقع یک پول دارید، یک حساب جاری دارید و یک حساب در واقع یک حساب سپرده دارید، یک حساب مثلا هولسل سی دی دارید، اینها از نظر نقش های پول چه تفاوتی با هم دارند؟ هولسل سی دی رو ما بیشتر برای حفظ ارزش استفاده می کنیم و حساب جاری رو بیشتر برای چه استفاده می کنیم؟ حساب جاری رو بیشتر به عنوان وسیله مبادله حساب می کنیم. ولی همه اونها ریال هستند و وسیله سنجش هم هستند. ببینید نقش های این اشکال مختلف پول با هم دیگه متفاوته. این اشکال متفاوت در واقع نقدینگی خیلی با هم میتونه متفاوت باشه. خیلی خوب اجازه بفرمایید. بله خب حالا انواع پول رو ببینیم. خب انواع پول خیلی فرق داره با این صحبت هایی که بنده تا حالا داشتم. انواع پول خیلی فرق داره. اولین نوع پولی که من مطرح میکنم در کتاب های اقتصاد معمولا به عنوان پول مطرح نمی شود. اولین نوع پول تعهد دولت هست. اولین نوع پول اوراق یا تعهد دولت هست. دولت یا حاکمیت یک بدهی ایجاد می کند. این بدهی به صورت یک سری اوراق، ممکنه اوراق فیزیکی باشه، ممکنه اوراق داخل یک کامپیوتر تعریف شده باشه، داخل یک در واقع دیپازیتوری تعریف شده باشه، داخل یک سیستم متمرکز کامپیوتری تعریف شده باشه، فرقی نمی کنه. تعهد دولت می تونه به عنوان یک نوع پول به حساب بیاید. عجب، خب خیلی مهمه ها. حالا دقت کنید، میریم جلوتر می بینیم چی شده. از طرف دیگر بانک مرکزی می تونه تعهدی به وجود بیاره. بانک مرکزی می تونه تعهد به وجود بیاره. چشم توضیح میدم. پول پروپادان توضیح میدم. بانک مرکزی می تونه یک تعهدی رو به وجود بیاورد. به یک نحوی بانک مرکزی میگه من ارزش این رو تضمین میکنم. البته تضمینی هم پشتش نیست، ولی در گذشته تصور میکردن که بانک های مرکزی به اندازه پولی که منتشر میکنن یک در واقع یک نوع دارایی های حالا بالاخره ارزشمندی در اختیار دارند. بنابراین در گذشته وقتی میگفتن که پشتوانه پول چیست، دوستان عزیز پشتوانه پول رو در گذشته چه میدانستیم؟ احسن، طلا دیگه؟ بله، طلا نقره بیشتر. یعنی چند قرن بوده در دنیا که نظام دو فلزی در جریان بود یا نظام تک فلزی. اگر نظام تک فلزی در جریان بود در کشوری، پشتوانه پول رو طلا می‌دانستند، و اگر نظام دو ارزی در جریان بود، پشتوانه پول رو طلا و نقره می‌دونستند. حالا یک کشور مثل ایران وجود داشت که سری جواهرات سلطنتی و جواهرات ملی رو گذاشته بودن، میگفتن که اینها پشتوانه پوله. بعد خب ما میگیم که از این پشتوانه پول نباید استفاده کنن دیگه، بانک ها که استفاده نمیکنن، بانک مرکزی دنیا که. بعد یک سری آدم افراد محترم، حالا من خواستم این لفظی به کار برم درست نبود، خدا را شکر به کار نبردم، اخلاقی نبود، ولی یک سری افراد محترمی وجود داشتن در یکی از کشورهای جهان دو سه سال پیش، وقتی که متوجه شدن که ارزش پول کاهش پیدا کرده و متوجه شدن که بازار متوجه شده که ارزش پول کاهش پیدا کرده، اومدن حدود 60 تا 80 تن طلا رو در بازار فروختن و حتی 1% روی تورم تأثیر نگذاشت. ما یک چنین کشوری هم در دنیا داریم که هنوز در عصر در 200 سال پیش 300 سال پیش اون مسئول داره زندگی میکنه، میگه طلا تو بازار بریزیم قیمت ارز کنترل میشه. طلا در بازار میریزه قیمت ارزم کنترل نمیشه، تورمم کنترل نمیشه. چرا؟ بعدا خدمتتون توضیح میدم.
بعدا خدمتون توضیح میدم. ولی شما، من مطمئنم که بعد از این 7 ساعت شما اذعان خواهید فرمود که دانش شما به مراتب از افراد تصمیم گیر در این وادی در کشور ما لااقل بالاتر خواهد. من مطمئنم خودتون واقف خواهید شد. خیلی خوب. پس پشتوانه پول، پشتوانه اسکناس و مسکوک طلا و نقره نیست. هر چقدر شما طلا و نقره هم بفروشید، اگر تورم در جامعه باشه، اگر انتظار تورمی در جامعه وجود داشته باشد و اگر شما پول چاپ کرده باشید، نمیتوانید کنترل کنید. این مباحث مباحث مدرنه، این مباحث مباحث جدیده. حالا بازم خدمتتون عرض میکنم. حالا ما گفتیم که یک تعهدی دولت میتونه ایجاد کنه تحت عنوان اوراق یا بدهی دولتی که اون رو میتونه به یک نحوی پول در نظر بگیر. درست شد؟ و یک تعهدی بانک مرکزی به وجود می آورد که باز اون رو هم ما میتونیم پول در نظر بگیریم. دوستان، یه نفر از دوستان بیاد بالا بگه تعهد بانک مرکزی چگونه ممکنه پول باشه در این M1 و M2 که من خدمت شما توضیح دادم. در M1 و M2 که من خدمت شما توضیح دادم، کجای این کل این نقدینگی کدومش بود که شما میتونید در نظر بگیرید که این تعهد بانک مرکزی بوده؟ آقای علیرضا بفرمایید. می کنم اسکناس و مسکوکه. چرا؟ چرا اسکناس و مسکوکه؟ چون که بانک مرکزی اسکناس و مسکوک رو چاپ کرده یا منتشر کرده و تو جامعه داره پخش میکنه و مثلا تو بازار اوراق مثلا باش معامله میکنه یا همچین کاری میکنه. خب آیا رضا، من الان سوال دیگه از شما میپرسم، یا اگر کسی دیگه از دوستان دستشون بلند کنن، از آقای رضا تشکر میکنم. آقای فرشید شما بفرمایید، مگر حساب جاری بانک ها رو بانک مرکزی به وجود نیاورده؟ حساب جاری بانک ها من احساس میکنم توسط اون مازاد سپرده‌ای که پیش بانک ها هست ایجاد میشه، یعنی حساب سپرده‌ای که پیش حساب جاری بانک ها. بانک ها از حسابی که متعلق به بانکه، یعنی بانک اون رو ایجاد میکنه بیشتر. خیلی خوب بود آقای مصطفی، خیلی خوب بود. ممنونم. خب دوستان دقت بفرمایید، من برگردم دور برم روی اسلاید و خدمت شما نشون بدم. ببینید، ما یک حساب دیگری، یک پول دیگری داریم تحت عنوان تعهد بانک تجاری. تعهد بانک تجاری، در واقع تعهد بانک تجاری، مثلا حساب جاری تعهد بانک تجاری است. یعنی اون حساب های الکترونیکی که داخل نظام بانکی هست، اینها رو همه بانک های تجاری به وجود آوردند. ولی مگر کسی حاضر است که به بانک‌های تجاری در واقع بانک‌های تجاری رو قبول کنه، مگر اینکه این بانک تجاری در واقع پشتوانه بانک مرکزی رو هم داشته باشد. خب ببینید، خیلی عجیب شد. ما داریم صحبت‌ها می‌کنیم، خیلی عجیب داره میشه. دقت بفرمایید، من دارم اینو خدمت تو الان عرض میکنم که تعهد بانک تجاری در واقع متفاوت است از تعهد بانک مرکزی. بخش اعظم پول در جامعه رو بانک های تجاری به وجود می آورند، اما با پشتوانه بانک مرکزی. خیلی عجیب شد. یعنی چی؟ و اگر این پشتوانه بانک مرکزی رو نداشته باشه، بلا فاصله اون تعهد بانک تجاری زمین می خوره. دقت فرمودید؟ یک بانکی در مثلا در ایران، یک بانکی است، اگر امشب بانک مرکزی اعلام کنه که این بانک از نظر من ارزش نداره، روز شنبه این بانک ورشکسته، قبول ندارید؟ شما اگر حساب داخل یک بانکی باز میکنید، چون معتقدید که همه حساب های بانکی از طرف حاکمیت تضمین شده. دقت فرمودید؟ پس اگر ما الان در جامعه پولی رو داریم که این پول پشتوانه و طلا و نقره ندارد، به چه دلیل این پول ارزشمند هست؟ چون این پول
تعهد و پشتوانه و تضمین چه کسی رو دارد؟ تضمین حاکمیت رو دارد. حالا این تضمین حاکمیت شما میتونید اسمش رو بذارید تضمین بانک مرکزی، میتونید اسمش رو بذارید تضمین دولت، میتونید بگید تضمین همه رو، کاملا تضمین شده است. برداشت این است. حالا بعضی از دوستان که بیشتر از موضوع آگاه هستن میگن آقا حساب‌هایی که داخل بانک هستن تا یک سقفی از سوی صندوق ضمانت سپرده تضمین شدن. بله، اون صندوق ضمانت سپرده رو بعدا خدمتون توضیح میدیم. ولی واقعیت اینه که مردم معمولا به این مسائل کاری ندارند. مردم تصور میکنن کل این پول تضمین شده توسط حاکمیت. پولی که توسط حاکمیت تضمین بشه، ببینید پولی که توسط حاکمیت تضمین بشه یعنی پولی که الان در جامعه بشری در جریان هست و هر نوع پولی توسط بانک مرکزی و دولت اون کشور تضمین شده، توسط حاکمیت و بانک مرکزی تضمین شده، دقت فرمودید، به این پول میگیم فیات مانی خب، یا فیات کارنسی، یا اسم فیات کارنسی یا فیات مانی. دقیقا فرمودید؟ این رو فیات مانی میدونیم.